این مبحث همش تئوریه همش پرزنتیشن پاورپوینت اما مهمه ببینید آیا ما اگر تست بنویسیم یونیت تست بنویسیم دیگه تمامه عالیه دیگه همه چیز خوبه نه ما در یونیت تستینگ هم که بخشی از تی دی دیه اگر که یه سری نکات خیلی تابلو رو رعایت نکنیم تازه کار خرابتر میشه یعنی شما مثلا تست نوشتی انتظار داری ازت تشکرم بکنن تازه دوتا فوش هم بهت چرا؟ چون اگر برید سراغ آنتی پترن ها یعنی چه آنتی پترن یعنی یه اتفاقی بیفته یه کاری بکنید که تازه دارید همه رو کانفیوز میکنید و هزینه مینتننس یا بررسی رو تازه دارید بالا میبرید خب این که بدتر شد اینجور جاهاست که باید حواستون باش به قول یک دوست آمریکایی داشتیم میگفت آنتی پترن رو خیلی آن تای پترنز میگن اینا یه تلفظ جالبی میکرد هر چی میگفتی میگفت دت از آن تای پترن یه همچین هم اکسنت قشنگی داره حالا طرف به شدت روی این آن تای پترن ها حساس بود یعنی هر چیزی رو اولین نکته ای که به ذهنش خطور میکردین این آن تای پترن ها سری میگفت این آن تای پترنه و مثلا طرفو بگیرین دار بزنین اصلا به دردم نمیخواد حالا ما برای اینکه گرفتار این داستان نشیم توی تی دی دی میخوایم یکم حرف بزنیم بریم جلو ببینیم داستان چی؟ ببینید این که روال تست نویسیمون بود که میگه که بنویس فیل بشه درستش کن ریفکتور کن اوکی خب اینو که میدونیم من تو همین مباحث تی دی دی و اینا همین تصویر رو فکر کنم یه تلیریون بار نشون داده خب این خوبه اینو بدونیم میریم جلو دقت کنید این هنوز وارد بحث آنتی پترن ها نشدیم ولی خب این هم باید توش رعایت کرد ترتیب اجرای تستاتون نباید مهم باشه یعنی اگر شما مثلا هشتا یونیت تست نوشتید داخل یک کلاس نباید بگید که مثلا کامران چرا اینو جابجا جا کردی این باید اول اجرا بشه تو اینو جابجا جا کردی ریخ به هم حالا دیگه اجرا نمیشه هیچ ربطی اینا به همدیگه نباید ترتیبشون داشته باشه هر جا که بود باید واسه خودش عمل کنه این یه نکت دو اینی که بنا باشه اینها به صورت موازی فایر بشن یا حالا غیر موازی نباید مهم باشه اگه باز اینم اهمیت پیدا کرد یعنی مثلا یکیش همزمان بیاد یکی از تستا یه چیزی رو بیاره توی مموری در پارالو مثلا اون یکی هم به این دپندنسی داشته باشه این کسافته مواظب باشید سراغ همچی چیزهایی هم نرید بعدش اگر یه تستی فیل شد خب فیل شد به درک فیل شد نباید رو بقیه تاثیر بذاره شما اگر ده تا یونیت تست دارید نیاد بگید که خب سومی فیل شد چون فیل شد سبب شد بقیه هم فیل بشه یا شش تا دیگه هم فیل بشه دو تا دیگه هم فیل بشه اینا به هم دیگه کاری ندارن این سه تا میشه گفت تجربی یا حرفی و اینا بود حالا تو مصنعدات اینا هست اما حالا یکم بریم جلو ببینید اینا آنتی پترنای رایجیه که خیلی روش فوکس میکنن یعنی اینا اینا چیزایی که باید مواظبش بود اجازه بدید یکی یکی بریم یه نگاه کوچولوی کوتاهی بهش بندازیم پس این سرفصلاش حالا بریم جلو خب د چی میگه؟ بذارید توضیح بدم این داره میگه که آقا اصلا تست پاس شده پاس میشه این تست اما داره گول میزنه چرا؟ این اسمو ببینید شود ریتن empty for negative نگتیو درست شد؟ نگتیو اینپوت کو نگتیو اینپوت نشونه من بده بینم آقایی که تستو نوشتی کو کو نگتیو اینپوت ده نیست که این که دوتا عدد مثبته نگتیوش کو تست پاس میشه بیشرفت ولی کو نگتیو اینپوت خب پس نکنید این کارا رو ببینید درسته که تست پاس میشه ولی به جهنم که پاس میشه این داره منو گول میزنه نگاه کنید کدوم نگتیو اینپوت پس اسم رو درستش کن یا ولیوهاش رو درست کن خلاصه این داستان میشه بعد به همین سادگی ببینید به همین سادگی میشه کسافت کاری کرد و به فنا رفت پس این اولی بریم بعدی خب این آسونه این میتونند چی میگه؟ میگه عزیز جان اگر این یه دونه یونیت تستی که نوشتی قراره 20 دقیقه طول بکشه برو بمیر آخه چی کار کردی؟ تازه شما فیکینگ دارید دامی دیتا دارید پس نمیتونی بگی آها ببخشید ما با دیتای واقعی سر و کار داریم فچش طول میکشه نه خیر نه خیر نداریم نه همچی چیزی همه چیز باید ماک باشه اگر دیگه از ده ثانیه بخواد یه دونه یونیت تست طول بکشه به قول رفیق آمریکایمون دوباره آن تای پترن و این داستان نمیخوام پس این هم از این تست زیادی کند به درد نمیخوره بینجا خب این فاجعه است وای وای این چقدر بده ببینید میگه the تست مگه تست بدون اسمم داریم؟ نه تکنیکلی اسمون تو تون کلاسه گذاشته اما خورده به یه باگ میخواست حلش کنه تست نوشته باگر رو رفت کرده دیده آخ جون تست پاس شد و دیگه تموم شد اما توی مثلا سورس کنترلر یا توی اسلک این جایی که دارن یه باگ گزارش شده به نام با شماره مثلا 92 34 اومده یه یونیت تست نوشته به نام تست فور باگ 9234 باگ رو کردی تست پاس شده گفته خب خدا رو شکر بابا این اسم نیست که این که اسم تست نیست که یونیت تست نیست مواظب اسم گذاریاتون باشید این اسمو باید بر اساس بیزینس باشه بر اساس یه اکتیویتی باشه شد اسمای خرکی اینجوری میشه دوباره آن پتر پس این هم باشید بعدش اوه 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 اینم جالبه ببینید من اینجا دو تا شرط دارم دیگه میبینید تو این دیسکانت کلکولیتر دو تا شرط دارم سادم هست یکیش میگه آیا این بشر دفعه اوله داره خرید میکنه یکی هم سنش بیشتر از شهست باشه درست شد خب حالا ببینیم که داستان چه قراره چجوری میشه گن اه... زد تو تست نویسی خب این که همونه دیگه گذاشتم اینجا که چشمتون ببین حالا اینجا اومدم دو تا اثرت گذاشتم ده خب آخر اف... چی به یادم ده عزیز جان چی چی رو داری تست میکنی رو با هم تست کردی خب الان الان چی شد الان چرا دو تا اسرت داری اسمت چرا اینجوریه بالاخره اگه فرست تایمه اسرت سن چرا داری اصلا این چیه دیوانه از هرکس رو نو نوشته حال سوال چی کارش کنم هیچ درستش کن بیا آقا دو تا تست بنویس هر کدوم یه دونه اسرت داشته باش به همین سادگی ببینید یکی برای فرست تایما یکی برای شهست سال به بالا ها حالا هرچی که هست تمام شد میکس نکن تو هم خراب میشه فاجعه است بعدی آسونه هیچی نیست میگه که اگر بناس وقتی داری تست مینویسی یه عالم ستاپ لازم داری و دو هزار تا کلاس رو باید بیاری کال کنی و اینا یه جای کار داره میلنگه ماکش کن یا هلپر بنویس یه کاری کن گرفتار یک دنیا آماده سازی نشی اگر بنا باشه مثلا 500 خط کد بنویسی چون ببینید تستا اینجوریان دیگه یا ارنج دارن اگه بنا باشه مثلا توی این ارنج یه دفعه ای مثلا پنجاه خط کد بنویسی که اصلا نابود میشی اصلا نکن این کار تست نویسی نباید نیاز به شستاد هزار خط کد برای آماده سازی و ستاپ داشته باشه بعدی چیه بعدی هم ساده است ولی خب اینم از این کسافتکاری ها ملت میکنه لوکال هیرو یعنی چه لوکال هیرو خیلی سارکاستیکه داره میگه خوشگل یه تست نوشتی پاس میشه سبز. اوکیه ولی فقط مثلا رو کامپیوتر خودت چرا؟ چون اصلا تو محیط پروداکشن اصلا ما همچین مسیری نداریم خب وقتی همچین مسیری نداریم این چه تستیه که پاس میشه؟ برا همینه که خود بحث پایپلاین و سی آی سی دی که داریم خوبیش اینه که اونجا دیگه شما همچی چیزهایی ندارید مثلا تو گیت هاب اکشنز که من گفتم یه بار که تستا میره اونجا و انجام میشه و فایر میشه دیگه اینجوری نداریم لوکال هیرو یعنی داره میگه که خلاصه قهرمان لوکالی فقط تو لوکال اوکی خب که واسه خوبه چه دردی میخوره وقتی که فقط روی لوکال خوبه که به درد نمیخوره پس میبینید صرفا تست ها پاس بشن دردی از ما درمان نمیشه یه همچین لیستی رو باید در نظر داشته باشیم و مواظبش باشیم خب دیگه قصد روده درازی نداریم چیزی که میخواستیم بگیم و گفتیم هرچند مبحث برای گفتن زیاده حالا تا بعد خدافس